We are here. ما اینجا برای ادای احترام به جورج فلوید هستیم. نانسی پلوسی ریاست قانونگذاران دموکرات مجلس نمایندگان و مجلس سنا را برای لحظه سکوت در تالار امانسیپیشن کانگرس آمریکا به عهده داشت. آنها برای تقریبا 9 دقیقه به زانو نشسته و سکوت کردند که به نمایندگی از 9 دقیقه بود که سارن والان میگویند جورج فلوید در حالی که دستبند به دست داشت و با صورت روی زمین خوابانده شده بود، گردنش زیر زانو یک مامور سفیدپوست پلیس قرار داشت که بعد از آن او جان باخت. مرگ فلوید اعتراضات گسترده جهانی را علیه قساوت پلیس و بی‌عدالتی نژادی در اوایل این هفته باعث شد و هزاران تن به اعتراضاتشان ادامه دادند. مرگ فلوید همچنین باعث شد که راجر گودل، کمیشنر لیگ فوتبال ملی آمریکا بگوید که این باشگاه ورزشی به خاطر گوش نکردن با بازیکنان برای مبارزه‌شان به خاطر تساوی نژادی اشتباه کرده بود. ما لیگ فوتبال ملی باور داریم که زندگی سیاه پوستان مهم است. من شخصا در اعتراض با شما هستم و می خواهم بخشی از تغییری که در این کشور بسیار ضروری است باشم. بدون بازیکنان سیاه پوست لیگ فوتبال آمریکایی وجود نخواهد داشت و اعتراضات در سراسر این کشور بیانگر چندین قرن خاموشی، بی‌عدالتی و ظلم بر بازیکنان سیاه پوست، مربیان، طرفداران و کارمندان آن است. در همین حال در منپولیس دوست دختر فلوید و سایرین در پارکی به روز شنبه برای یادبود از فلوید جمع شدند و برای گرامی داشت از جان باختن او در توقیف پلیس چندین بالون به هوا رها کردند. فلوید اینجا با ماست. او ما را دوست دارد و من برای مدت طولانی میخواستم و صرف نظر از مذهب شما هر طوری که شما عبادت میکنید، من خواستم از خداوند سپاسگزار باشم که با گروهی از مردمی هستم که او را دوست دارند و از ما حمایت میکنند و فقط میگویم خدا شکر فلوید را به ما عنایت کرد. فلوید همچنین در شهر زادگاهش یعنی کارولاینای شمالی از سوی عزادارانی که برای چندین ساعت منتظر تابوت او بودند ادای احترام شد. و در شهر هوستون ایالت تگزاس در آخرین مراسم یادبود به احترام فلوید مردم توانستند تابوت او را در یک کلیسا ببینند. فلوید در آرامگاه مموریال گاردن شهر هوستون تگزاس در کنار مادرش دفن خواهد شد. محمد احمدی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، واشنگتن.